محمد رضا شاه سه همسر داشت. نخستین فوزیه که یک شاهزاده بود و به درخواست پدرش و برای پیوند فرهنگی، تمدنی، سیاسی دوتا کشور ایران و مصر این ازدواج صورت گرفت. ازدواج دومش به درخواست خودش، حالا وارد مبحثش نمیشیم که چطوری با ثریا آشنا شد و پرنسس ثریا رو گرفت. همسر سومش هم که خانم فرح دیبا که بعد ملکه رو تغییر داد، شهبانو نامید خودش رو. شهبانو فرح دیبا بود که دانشجوی بود ساده، با زندگی بسیار ساده، ولی تونست اون جایی که آرزوش بود برسه در رابطه خودشون مطالبی نوشتن. در کتاب کهن دیارا صحبت هایی کردن و دیگه شنیدید، اما آنچه نشنیدید در رابطه با پرنسس ثریا است که محمد رضا شاه شدیداً عاشق ثریا بود، یعنی عشقش در زندگی پرنسس ثریا بود. از تمامی عکس هایی که بر جای مانده، فیلم هایی که بر جای مانده، ارتباط عشقی این دوتا رو شما میتونید پیدا کنید و درک کنید که واقعا محمد رضا شاه از صمیم دل عاشق پرنسس ثریا بود. ولی شوربختانه حسادت های خانوادگی و غیره دربار موجب شد که ایشون جدا بشه از ثریا. ثریا به من میگفت که مشکل فرزند نبود، چون ایشون دختری داشت و تاریخ ایران پر از شاه بانوست، زنانی که شاه شدن. پیش از اسلام شما بگیرید تا بعدش، زنها در تاریخ ایران چقدر نقش موثری داشتن. گفتیشون دختری داشت از فوزیه و من نیز همسرش بودم، میتونست یک زن جانشینش باشه، یعنی اون رو بهانه کردن. البته در همین رابطه من گفتگوهایی دارم با یه دختر خانمی که ایشون مدعی شد و مدعی بود که دختر پرنسس ثریا است، که یعنی پرنسس ثریا میتونسته بچه دار بشه بعد از اون بیماریه. به خاطرش به هر حال وارد این مباحث نمیخوایم بشیم. میخوام من به شما این بگم که پرنسس ثریا رو شوربختانه کشتن و برادرش بیژن رو کشتن، یعنی ما رو همیشه خونمون رو، خون بزرگانمون رو در هنگام هایی که احساس کردن مواردی هست ریختن بر زمین. پرنسس ثریا تمام ثروتی که داشت در بازار بورس جهانی بود و میدونید بازار بورس جهانی وقتی که سقوط میکنه پولها رو از دست میدن انسانها، خب مواردی پیش میاد. من خیلی به این قضیه نمیخوام بپردازم، چندی مقاله در این رابطه نوشتم. خود پرنسس ثریا من افتخار داشتم که در تقریبا یکی دو سال آخر زندگیشون تقریبا ماهی یک بار هم دیگر ببینیم، چون خونه ایشون نزدیک دفتر من که در شانزلیزه بوده و هست بود و این افتخار داشتم که هر گاه به کافه میرفت قبلش من خبر میکرد، میرفتیم میشستیم یه قهوه چای یا کرم میشون کافه کرم میخوردیم و بسیار صحبت میکردیم. و به ویژه این کتاب آیین اوستای من رو و پرست میلان دوست میزوستشون به فرانسه رو خیلی عیش علاقمند شده بود که تعداد زیادی رو خواسته بود، در اختیارش داشته بودم به دوستان فرانسوی شده بود. و در این اواخر دیگه حتی گفت من در روزنامه های فرانسوی آگهی دادم برای اینکه چی بگم اسمشو، کسی رو استخدام کنم که بیاد تو خونه کمک کنه، کار منو بکنه. یعنی تا این حد ناراحت بود و خیلی از اینکه ملت ایران قدر محمد رضا شاه رو ندونستن ناراحت بود، خیلی از این قضیه رنج می‌برد. این هم مواردی است که بماند به جای خود، با زدن یک آمپول عوضی به بهانه ستون فقراتشون چه هست و اینها، خلاصه ایشون جان داد. خیلی جالبه بدونید که وقتی که بیژن آمد به پاریس برای تشییع جنازه خواهرش که دو سه روز بعد بود، به من یه زنگ میزد که میخوام بیام پیشت. گفت آقا من میام. گفت نه من میام. دیدم نمیاد دیگه. ما یه روز بود که اون روز دیگه چیز نوامبر بود و تعطیلی بود توی فرانسه. به زنگ زدم گفتم بیژن جان من میام دنبالت، چون فردا دفتر تعطیل و حرفا اصلا. گفت من فردا میام. ایشون نیومد دیگه. من بهش که زنگ زدم گفت خب پس شما بیان. رفتم هتل جورج سنگ، اتاق 108 و 107 در اختیارش بود. 107 در اختیار خدمتکارش، پیش خدمتش حسن آقا نامی بود که ایشون بعداً بر اساس مدارکی که ارائه کرده بود یه کاغذ ارث ویژن اونی که مونده بود بهش رسید. حالا اون خودش قصه ای داره.
وقتی که من دیدمش در اتاق هتل خوابیده بود، گفت من چند روزی که نیومدم دیدن، عذر میخوام، دارم فقط آب پرتقال میخورم که حالا خوب باشه، میخوام بیام تو رو ببینم. گفتم نه آقا، ما اومدیم و یک سری مدارک رو داد به من بخونم. گفت اینا رو وکلا و محضردارای سریا آوردن به من دادن که من اینا رو امضا کنم. من آلمانی و انگلیسی بلدم، فرانسوی بلد نیستم، بخون ببین چی میگه. در رابطه من مقالاتی نوشتم در نیمروز و رسانه‌های روزنامه‌های دیگه، حالا اینجا خلاصه‌ش به آگاهی شما می‌رسونم. من وقتی براش می‌خوندم گفتم اینجا اینا میگن که تو باید تمام اختیارات رو به اینها واگذار کنی و و و گفت اه، یعنی میگم ما شلوارمون هم برای اینا دراریم. و دیگه ساعت 6 هفته بعد از ظهر بود، به من گفت که تو میتونی برای من محضردار کسی پیدا کنی که من از اینا بکشم بیرون. گفتم حتما. به همین خاطر مهربان یاران، من با وکیل خودم و محضردارم که آقای میشل گیلبو هست، خیلی معتبره در فرانسه، دوستان بسیاری که فرانسوی هستن یا غیرشون میشناسن، تماس گرفتم. و با که فردا روز تعطیلی بود یا امکان نبود، ساعت 11 بامداد قرار گرفتم که با بیژن بریم که این مدارک رو که اینا میخواستن بهش تحمیل کنن بده به گیلبو و متر گیلبو، میشل گیلبو، ایشون بشه محضردارش. ساعت برمان 7 بود، من از هتل اومدم بیرون، هتل جورج سنگم، اول خیابان جورج سنگ متعلق به سعودی هاست، و از هتل که اومدم پایین همین خدمتکارش آقای حسن آقا رو گفت برو فلانی رو تا دفتر مدرقه کن. ایشون هم همون سنت اشرافی و شاهنشاهی و اینها اومد که من رو تا دفتر همراهی کنه. من داشتم میرفتم دفتر، دیدم اکیوس که روزا فروشی نزدیک ما پواندوو منتشر شده و روی جلد عکس سریاست و اینها. دو شماره خریدم، یکی خودم نگه داشتم، یکی دادم به حسن آقا، گفتم رفتی بده به بیژن، خوشحال میشه. رفت، من رفتیم دفتر بستیم، رفتیم کنه. ساعت 4 بامداد بود، به من تلفن کردن، از خواب بیدار شدم. اون موقع میبودی به من زنگ میزد برای مصاحبه، همین ساعت 4 زنگ میزد که میشد 7 و 6 هفته لس آنجلس. گوشی رو برداشتم، من دیدم میبودی نیست، گفتم از بیمارستان جورج پومپیدو تلفن میکنه. یک یارو رو آوردن همینطور، یه یارو رو آوردن اینجا و کارت تو جیبش بوده و آخرین حرفش این بوده که به این آقا زنگ بزن. گفتم که کیه؟ گفت بیژن ایسفندی. ایشون پرنسه. گفتم این پرنسه، مواظب باشین، بیژن اسفندیاری است، این برادر پرنسس سریا است. گفتم آره. گفت می فکرم تمام کرده. گفتم یعنی چی تمام کرده؟ شک کردم. گفتم آقا تو بیمارستانی؟ گفت گفتم تلفن تو بده من. تلفن چی گرفتم و دوباره من زنگ زدم، دیدم برای بیمارستان جورج پومپیدوس. به حسن زنگ زدم در هتل جورج سنگ، گفتم تو کجایی؟ گفت من هتلم. گفتم اینو به من خبر دادن از گواره، حالش خراب شد بودن بیمارستان. گفتم چطور حالش خراب شد؟ گفت تو رفتی، ما اینا غذا سفارش دادن، هتل غذا آورد، من رفتم تو اتاق خودم، ایشون تو اتاق خودش، غذاش هنوز تموم نکرده، به من زنگ زد بی حالم خرابه، رفتم دیدم فلان، زنگ زدیم آمبولانس اومد، ولی اینها ها نذاشتن که آمبولانس بیاد با بلانکار بیژن رو از توی هتل ببره. آدمی که حالش خرابه رو میگه توی روی چرخ گذاشتن، از توی آشپزخانه بردن از در پشتی سوار آمبولانس کردن بردن. گفتم آقا این کارا چیه؟ گفتن آقا آبرو هتل میره، مریض اینا همه مسئله داره از دل من، ما غریبیم، ما تنهاییم. بعد خلاصه بردنش بیمارستان. گفتم تو چرا اونجایی؟ گفت منو که نبردم، من اینجا. گفتم خب من دارم میرم بیمارستان، تا پاشو بیا فلان جاست، با تاکسی بگیر بیا. رفتم بیمارستان، شده بود تقریبا 5 بامداد، شوربختانه دیدم بیژن بزرگ و تنومند، خیلی بزرگ بود، 10 ساعت پیش که من دیده بودنش توی رخت خواب آب شده بود و مرده بود. فوری من اعلام کردم که ایشون به قتل رسیده. 10 ساعت پیش با من سالم بود داشت صحبت میکرد، هیچ مشکلی هم ندارم. و همین آقای حسن رفتیم با من به عنوان نزدیکترین دوستش به اصطلاح و شکایت کردیم در کمیساریای پاریس 8 شانزلیزه. و بعد از اون رفتیم به یک سرویس منطقی هست در پورتو کلیشی، اونجا با
دو سه بعد از ظهر ملاف بودیم و شکایت کردیم همه کارا و من پرونده تشکیل دادم و بعد اومدیم پسر به من گفت که فلانی دیگه پلیس با من مشورت میکرد این قضیه پسر به من گفت فلانی بنز بیژن تو پارکینگ اینا الان گرفتن اینا خب بنز بدم ما بهش برم برگردم برم آلمان و خیلی خدمت کردم با بیژن من با پلیس صحبت کردم گفتم ماشین بیژنی که کاری نداریم حالا ایشون سوچیش بدین بابا بهش بره آلمان رفت آلمان بعد بعدن شدیدم که ایشون مدرکی ارائه داده که بیژن دمدمای مرگش امضا کرده بود که وارثش ایشونه حالا به این قصه کاری ندارم و بعد از چندی به خاطر این که ایشون آلمانی بود و پرنسس سرایالیز آلمانی بود اصلا شکایت ما اینا همه ول شد و آلمان ها اومدن رو قضیه این وکلار هم و محضردار ها هم همین ها هستن حتی ژورنالیست های آلمانی که اومدن اونجا با من صحبت کردن خلاصه این پرونده به گونه مشکوک مختومه شد و شما همین روزی که میبینید مراسم بدرود با پرنسس سرایا هست در کلیسای در همون جورج سنگ خیابان جورج سنگ کلیسای معتبر همه شخصیت اومدن من از شهبونم خواهش کرده بودم بهشون تشریف بیارن با بیژنم تلفنی صحبت کرده بودن بعد از اینکه من آمده بودم از بیرون ولی بعدن که دیگه بیژنم از جهان رفت ایشون شاهزاده غلامرضا پهلوی برادر محمد رضا شاه و همسرشون منیژه رو فرستادن چهار تا گل خیلی قشنگ شعبان فرستاده بود همین دختر خانمی هم که مدعی بود دختر پرنسس سرایا از انگلیس و نیویورک اومده بود ایشون هم اونجا بوده دو سالی بودن غریبانه بدرود گفتیم با آخرین عشق شاه عاشق سرایا بود از روز نخست تا روز پایان مرگش هیچ کس براش سرایا نمیشد.